در سال 1990 در تاجیکستان رویدادهای بابا خوب است که برخی آنها را برخی کارشناسان رویدادهای 1990 تاجیکستان را واکنش ارتش شوروی به بیداری حس ملیت خواهی در تاجیکستان و آرمانهای های استقلال خواهی آن می دانن. دیگران این رویدادها را سرآغاز رشد اسلام سیاسی می نامند. در ماه فوریه 1990 شمار بسیاری از مردم در خیابانها به تظاهرات پرداختند. نیروهای روسی یا بهتر بگوییم نیروهای شوروی به شهر دوشنبه گسیل شدند آنها آتش گشودند و دست کم 25 تن از تظاهر کنندگان را کشتند این رویداد خشم مردم را برانگیخت در آغاز کار تنها 100 تا 500 تظاهر کننده بیشتر نبود به زودی هزاران نفر دیگر در میدان مرکزی شهر گرد آمدند من در آن زمان برای یک روزنامه دولتی کار می کردم و مقاله نوشتم درباره رویدادهایی که شاهدش بودم در جریان این شورشها، ها بوریس پوگو وزیر کشور اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مامور ویژه به تاجیکستان گسیل شد همو بود که بعدها در کودتای اوت 1991 رهبری اقدام علیه میخائیل گورباچف را بر عهده گرفت من در دیدارهایی با او و در رویدادهای دیگر شرکت کردم و مقاله‌ای درباره همه اینها نوشتم و منتشر کردم مسئولان این مقاله را نپسندیدند و مرا وادار کردند کاری را که دوست داشتم ترک کنم مدتی بیکار شدم تا زمانی که اولین قانون مطبوعاتی همزمان با مشی گلاسنوز و پروستوریکای گورباچوف به بخش خصوصی اجازه ایجاد روزنامه مستقل را داد یک روزنامه‌نگار دیگر به نام داداجان اتاولا که او نیز از یک روزنامه دولتی اخراج شده بود و نامش در لیست سیاه بود، هفت نامه ای با نام چراک روز تأسیس کرد و مرا به عنوان سردبیر به همکاری فراخواند. من پذیرفتم و آنجا شروع به کار کردم. کار با آنجا در آن وقت یکی از ژورنالیستان تاجیک نیز مثل من رانده شده بود از نشریه های رسمی داد جان روزنامه روزنامه هفتانامه چراغ روز را تأسیس داد که من به آنجا به حیثیت سردبیر دعوت شدم و کار کردم. در واقع برای تاجیکستان این رویدادها امیدوار کننده و آرمانی بود. مردم سرشار از انرژی و اشتیاق و انگیزه بودند. آنها تاجیکستان تازه، مستقل، دموکراتیک و پیشرفته ای را میخواستند. آنها کشوری میخواستند که عضو جامعه جهانی باشد. کشوری دموکراتیک که حقوق بشر در آن رعایت شود. آنها خواهان بیداری ملی، فرهنگی و مذهبی بودند. اما کسی نمی توانست در آن زمان پیش بینی کند که این انگیزا و هیجان های بزرگ سرانجام تاجیکستان را به یک دوران غمانگیز خونریزی و خشونت هدایت خواهد کرد و سازمان های دولتی یکی پس از دیگری فلج خواهند شد و فرو خواهند ریخت ده هزار نفر مردند و صد هزار تن در جریان جنگ داخلی تاجیکستان میان سال های 1992 تا 1997 در کشورهای دیگر پناهنده شدند سالها طول کشید تا دولت و مخالفان یک موافقتنامه صلح امضا کنند جنگ شهروندی در تاجیکستان که ده ها هزار نفر قربانی از خود به جای گذاشت صد ها هزار نفر را پناهنده کرد و مدت زیادی در کار شد که در گفتشونت های بین حکومت و اپوزیسیون تاجیکستان صلح به دست آید